اردوغان: ترکیه با عضویت فنلاند و سوئد در ناتو مخالفت خواهد کرد. رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که فنلاند و سوئد خانه گروه‌های تروریستی است و آنکارا با عضویت آنها در ناتو مخالفت می‌کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز پنجشنبه در نشستی با نمایندگانی از جوانان ترکیه در آنکارا تصریح کرد که ترکیه از ورود فنلاند و سوئد به ائتلاف ناتو حمایت نخواهد کرد، زیرا این دو کشور خانه گروه تروریستی PKK و جبهه آزادی بخش خلق انقلابی ترکیه هستند و آنکارا این گروه‌ها را تروریستی می‌داند. خبرگزاری روسیه تاس در این خصوص گزارش داد. رئیس جمهور ترکیه که پیش از این برای پذیرفتن درخواست عضویت فنلاند و سوئد در ناتو شروطی را تعیین کرده بود، گفت: ما به دوستان خود گفته ایم که به پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو نخواهیم گفت و با آن مخالفیم و ما همچنان همین رویه را دنبال می کنیم. ما اجازه نمی دهیم که سازمانهای تروریستی در ناتو حضور داشته باشند. این کشورها خانه PKK و YPG هستند. فنلاند و سوئد در تاریخ 15 می 25 اردیبهشت ماه رسما درخواست خود برای عضویت در ناتو را ارائه دادند، اما با این حال برای پذیرفته شدن در این ائتلاف امنیتی به حمایت 30 کشور عضو ناتو نیاز دارند. و تا کنون علاوه بر ترکیه، رئیس جمهور کرواسی نیز با عضویت این دو کشور در ناتو مخالفت کردند. این دو کشور اروپایی میگویند که در پی عملیات نظامی روسیه در اوکراین امنیت آنها به خطر افتاده است و به همین دلیل لزوم پیوستن به ناتو را به منظور حفاظت از سرزمین خود ضروری میبینند. ادعای انگلیس: دو فرمانده ارشد روسیه به دلیل ناکامی در خارکوف و غرق شدن ناو روسی برکنار شدند. در ادامه اظهار نظرهای مقامهای غربی درباره بحران اوکراین، وزارت دفاع انگلیس ادعایی را درباره برکناری شماری از فرماندهان نظامی روسیه مطرح کرد. بنابر گزارش روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، وزارت دفاع این کشور مدعی شد که روسیه برخی از فرماندهان ارشد نظامی خود را به دلیل شکست در تصرف خارکوف و غرق شدن رزمناو موشکی مسکو در ماه آوریل اخراج کرد. وزارت دفاع انگلیس در آخرین به روز رسانی اطلاعاتی خود درباره وضعیت میدانی جنگ روسیه و اوکراین ضمن بیان این ادعا اعلام کرد که این فرماندهان به دلیل عملکرد ضعیف در مراحل آغازین حمله روسیه به اوکراین تنزل درجه پیدا کردند. به گزارش ایندیپندنت، مقامات دفاعی انگلیس گفتند که سپهبد سرهی کیسل که یکی از فرماندهان ارشد نیروی زمینی ارتش روسیه است، به دلیل ناکامی در تصرف خارکوف از کار معلق شد. مسئولان وزارت دفاع انگلیس همچنین مدعی هستند که ایگور اوسیپوف که فرماندهی ناوگان دریای سیاه روسیه را بر عهده داشت، احتمالاً در پی غرق شدن رزمناو مسکو در ماه آوریل از کار تعلیق شده است. زلنسکی: مسکو به دنبال جایگزینی برای موشک است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد در طول 3 ماه گذشته روسیه بیش از 2000 موشک به اوکراین شلیک کرده است. زلنسکی در اظهارات جدید خود به مردم اوکراین گفت: اکثر این موشک‌ها به مناطق غیر نظامی برخورد کرده و ارزش راهبردی نظامی زیادی برای روسیه نداشته است. رئیس جمهور اوکراین افزود: در روز گذشته موشک‌های روسیه به شهرهای میکولایف و دنیپرو واقع در جنوب این کشور اصابت کرده است. زلنسکی به بیانیه روسیه مبنی بر استقرار تسلیحات لیزری جدید در اوکراین اشاره کرد و گفت: این امر نشان دهنده تمایل مسکو به یافتن جایگزینی برای موشک‌های خود است. رئیس جمهور اوکراین در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: اوکراین مصمم به بازپسگیری شهرهای جنوبی از نیروهای روسیه است. وی تاکید کرد: همه شهرها و جوامع ما که به صورت موقت اشغال شدند باید بدانند که اوکراین باز خواهد گشت. گاف عجیب جورج بوش در توصیف حمله روسیه. جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا در گافی عجیب به جای استفاده از واژه اوکراین که مورد تهاجم روسیه قرار گرفته، از واژه عراق استفاده کرد. وی در حین انتقاد از سیستم سیاسی روسیه در یک سخنرانی در دالاس در یک گاف تهاجم به عراق را حمله وحشیانه و غیر منصفانه خواند، در حالی که منظورش تهاجم به اوکراین بود. جورج بوش در این سخنرانی گفت: این حمله نتیجه نبود ارزیابی و تعادل در روسیه و سیستم پوتین برای حمله وحشیانه و غیر منصفانه به عراق بوده است. سپس وی به سرعت دستش را تکان داد و گفت: منظور من اوکراین بود، نه عراق. وی سپس اشتباه کلامیش را به سن نشرب داد، طوری که حاضران شروع به خندیدن کردند. این در حالی است که این اشتباه بوش به سرعت در بیشتر شبکه‌های اجتماعی پخش شد و با واکنش گسترده کاربران مواجه شد، به طوری که در عرض چند دقیقه بیش از 3 میلیون نفر از فیلم گاف بوش دیدن کردند. وی همچنین ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را با وینستون چرچیل رهبر انگلیس در زمان جنگ مقایسه کرد و ولادیمیر پوتین را برای انجام حمله به اوکراین مورد انتقاد قرار داد.
جورج بوش در سال 2003 و هنگامی که رئیس جمهور آمریکا بود دستور حمله به عراق و از بین بردن سلاح‌های کشتار جمعی این کشور را صادر کرد. در این نبرد طولانی صدها هزار غیر نظامی عراقی جان خود را از دست دادند و بسیاری نیز بی خانمان شدند. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.